آقای پوپک راد، درود بر شما. خیلی سپاسگزارم از اینکه فرصت دادید با هم یک گفتگویی داشته باشیم در مورد کتابی که اخیرا شما منتشر کردید، کتابی با عنوان این طرف دیوار آن طرف دیوار. این کتاب رو لطف کردید برای من فرستادید و بسیار جذاب بود برام و به همین دلیل گفتم که با هم یک گفتگویی داشته باشیم. حتما. برای اونچه که من از شناختی از شما دارم از راه دور این هستش که شما نویسنده هستید، شما روزنامه نگارین، مستندسازین، تصویرگر هستین، یک در مجموع یک فعال فرهنگی هستیم که در زمینه های مختلف کار و فعالیت میکنه. حرفتون این هست، اگر جز اینهایی که من میدونم کار دیگه ای هم میکنید در همین زمینه که مایلید راجبش صحبت کنید، بگید تا موضوع گفتگومون رو شروع کنیم. خواهش کنم. نه، من درست میفرمایید، من تقریبا همه این کارها رو کردم. خیلی درست فرمودید، من از یه زمانی که خودم شناختم واقعا تصمیم گرفتم که اهل فرهنگ باشم. تنها کاری که مرتکب نشدم موسیقیه، اونم حالا دلایلی داره که توضیحش خیلی طولانی است، ولی به هر حال واقعا در عرصه موسیقی کار خاصی نکردم، ولی در همه زمینه فرهنگی دیگه مشغول به کار بودم و بالاخره دستی بر آتش داشتم. کاملا درست فرمودید. بسیار عالی. این کتابی که شما اخیرا منتشر کردید، همونجور که اشاره کردم، نامش هست، عنوانش هست این طرف دیوار آن طرف دیوار. میخوام راجع به این صحبت بکنید که ایده نوشتن این کتاب که به ظاهر کتابی هست برای کودکان، در شکل و شمایل یک کتاب ویژه کودکان منتشر شده، صفحات اندکی داره، متن اندکی داره، تصویرهای زیادی داره، ولی محتوا اون چیزی که من به عنوان یه بزرگسال این کتاب رو وقتی ورق زدم فکر کردم که خب من بزرگسال رو هم وادار به فکر کردن میکنه راجع به اون چیزی که در کتاب داره مطرح میشه. حالا میخوام خودتون توضیح بدید که ایده نوشتن این کتاب و روندی که طی کرد برای اینکه چاپ و منتشر بشه از کجا شروع شد؟ والا داستان بسیار طولانی است. ایده اصلی قضیه اینه که خب من در یک خانواده بزرگ شدم که در واقع هم خانواده و هم فرهنگی که درش بزرگ شدم فاصله بین این دنیای مردانه و دنیای زنانه نمیدید و من در خانواده بزرگ شدم که اصلا این مسئله توش مطرح نبود. پدر من اصلا به مادرم به چشم یک جنس دوم به اصطلاح نگاه نمی کرد و مادر من هم واقعا من و برادرم رو از دنیای زنانه خودش دور نگه نمی داشت. یعنی ما کاملا این دنیای مردانه و دنیای زنانه برای ما قاطی بود. ولی خب من 12-13 سالم بود که انقلاب شد و انقلاب ایران به تدریج تأکیدش بر این فاصله بین دنیای زنانه و دنیای مردانه بود. یعنی داستان زنانه و مردانه بودن دیگه از دستشویی و توالت و اینا فراتر رفت، هی به تدریج و به تدریج به در ورودی همه جا ورودی زنانه و مردانه، در خروجی همه جا خروجی زنانه و مردانه، بعد کم کم اتوبوس ها بخش زنانه و مردانه پیدا کردن، تاکسی ها زنانه و مردانه شدن، بعدتر پارک ها زنانه و مردانه شدن. یعنی هی این فاصله هی به نظرم برش تاکید شد و زیادتر شد. خب به هر حال من این کتاب رو تقریبا میتونم بگم که 30 سال پیش نوشتم، یعنی یه جوون 24-5 ساله ای بودم. خب طبیعتا آدم میخونه میبینه که در دنیا زنها و مردها بالاخره باید در جامعه با همدیگه زندگی کنن، با همدیگه کار کنن، با همدیگه خلق کنن، با همدیگه تولید کنن و بنابراین باید بلد باشن که در کنار هم زندگی کنن، باید بلد باشن که انقدر فاصله بینشون وجود نداشته باشه. و خب این چیزی بود که من موقع احساس کردم و اون رو به حالا میخوام البته بگم که به هر حال این فرهنگی که درش بزرگ شده بودم حتما تاثیر داشت
بالاخره آدم یه چیزایی میکنه. من یادم هست که اولین بار که این شعر میرزاده عشقی رو خوندم که اشاره میکنه به اینکه مثلا مرد چه شرم، چه مرد یکی بنده و زن یک بنده، زن چه کرده است که از مرد شود شرمنده، چیست این چادر و روبنده نازی بنده. و بعد تا اونجا که میرسه به اینجا که میگه که با من ار یک دو سه گوینده هم آواز شود، کم کم این زمزمه در جامعه آغاز شود، زن کند جامعه شرمار و سرافراز شود، ورنه تا زن به کفن سر برده، نیمی از ملت ایران مرده. به هر حال همه اینها تأثیر گذاشت، من این داستان رو نوشتم. اون زمان یه کتابی چاپ کرده بودم به اسم بهترین رنگ، در انتشارات سروش چاپ شده بود که در واقع انتشارات صدا و سیما رادیو تلویزیون ملی بود و بعد شده بود انتشارات صدا و سیما، و من اون کتابم اونجا چاپ شده بود. این کتاب رو بردم به انتشارات سروش. کسانی که اونجا بودن که دو تا از نویسندگان سرشناس کتاب های کودکان بودن، من رو به یه جلسه دعوت کردن و بعد گفتن که نه ما متاسفانه نمیتونیم کتاب شما رو چاپ کنیم، چون که این کتاب با ارزش های ملی و فرهنگی و عرفی و مذهبی ما نمیخوره. من آمدم بیرون و کتاب رو بردم به کانون پرورش فکری. در کانون پرورش فکری هم بعد از یه چند ماهی باز به من گفتن که نه ما نمیتونیم کتاب رو چاپ کنیم. من اصرار کردم که میخوام بدونم که چرا، بنابراین منو دعوت کردن به اونجا که با یکی صحبت کنم. اونجا که رفتم خانمی که کارشناس کتاب های کودکان بودن آمدن و اولین سوالشون از من این بود که شما تازه از خارج اومدین؟ گفتم که نه خیر. گفت زیاد میرین خارج و میایین؟ گفتم که نه خیر. من اصلا تا به حال خارج نرفتم. چطور مگه؟ گفتش که این کتابتون خیلی خارجیه. گفتم که نه، منظورتون چیه اینا؟ گفت آخه در این روزگار این کتابی که شما نوشتید خودتون فکر میکنید که میشه چاپش کرد؟ مثلا خب کتاب، حالا این توضیح هم بدم، کتاب درباره یه دختر پسر همسایه است که دیواری بین خونه هاشون وجود داره و اینا هی میخوام ببینن که اون طرف دیوار چه خبر. بعد من چیزی که به اون خانم گفتم، گفتم که خب من متوجهم که این اتفاق الان در جامعه ما یه خورده نمیفته، ولی خب من به عنوان نویسنده، یه کسی که کار فرهنگی میکنه، یه خورده باید جلوتر رو ببینم و یه پیشنهادهایی به جامعه بدم که بالاخره شما خودتون فکر نمیکنید که مثلا برای اینکه این مملکت آباد بشه اتفاقای خوبی توش بیفته، بالاخره زنها و مردها باید در کنار همدیگه کار کنن، دست در دست هم کار کنن. ایشون گفتش که حالا بله در کنار هم کار کنن، ولی بالاخره دست در دست هم نمیتونن کار کنن. حالا یه شوخی هم باور میکرد، ولی نکته این بود که من فکر میکنم که اون خانم که با من صحبت میکرد در واقع از کارمندان قدیمی قانون بود. به من در واقع به طور تلویحی گفت که من متوجهم که شما چی نوشتین، ولی کسانی که در بالا نشستن متوجه این موضوع نیستن، بنابراین کتاب حالا شد. فرم کتاب و محتواش همین بود که الان هست، یا اینی که اصلا به شما برای بچه ها این کتاب رو نوشته بودید، یا اینی که محتواش فرقی؟ نه، من وقتی که بالاخره، حالا میگم خدمتون که بالاخره بعد از 30 سال قرار شد که این کتاب چاپ بشه، من واقعا هی فکر کردم که تغییراتی درش بدم، چون واقعا وقتی که خودم بعد از 30 سال حالا اینو میخونم احساس میکردم که باید یه تغییرات بکنم، ولی واقعا دلم نیومد. یعنی فکر کردم که من اون کتابی رو که 30 سال منتظرش بودم که چاپ بشه بذارید به همون شکلی که در همون لحظه نوشته شده بوده چاپش بکنم، و واقعا بدون هیچ تغییری و بدون هیچ دستبردنش واقعا همین شکلی بود که داشت، عین همین بود که الان چاپ شده و من هیچ دستی بهش نزدم و تغییر ندادم.
یه ورژن دیگه ای رو از این، یه نسخه دیگه ای رو از این نوشتم که حالا در یه کتاب دیگری که دارم روش کار میکنم اون به شکل دیگری چاپ خواهد شد، که یه تغییراتی نسبت به این داره که اگر واقعا میخواستم اون تغییراتی بدم، اون تغییرات رو در اون نسخه جدید دادم. به هر حال داستان بعد از این که در واقع کانون هم گفتش که نمیتونه رو چاپ کنه و اون هم، یعنی ایشون هم دقیقا همونو گفت، یعنی این با ارزش های ملی و عرفی و فرهنگی و مذهبی ما سازگاری نداره، من راستش منتظر موندم و فکر کردم که اگر این دوتا ناشری که تقریبا ناشرهای نیمه دولتی بودند و فکر میکنم که اصلا کارهاشون رو لازم نبود که به ارشاد ارائه بدن، یعنی خودشون این استقلال عمل رو داشتند که کار رو چاپ کنن، من فکر کردم که اگر اینا نمیتونن اینو چاپ کنن یا نمیخوان اینو چاپ کنن یا جسارتشون ندارن، بسیار بعیده که کسی دیگه ای بتونه اینو رو چاپ کنه. ولی زمان گذشت، وقتی که دوره آقای خاتمی شد و آقای مهاجرانی وزیر ارشاد شد، من فکر کردم که حالا شاید بشه کاری کرد، رفتم به سراغ نشر همگام با کودکان و نوجوانان که آقای ابراهیمی، نادر ابراهیمی میگردوندش و فکر میکنم در شراکت با آقای احمد رضا احمدی اون مجموعه رو داشتن. من رفتم و کارهام رو و این کار رو نشون آقای ابراهیمی دادم و آقای ابراهیمی گفتش که خوشش اومد و گفتش که حالا ما سعی میکنیم که ببینیم چی میشه. کار پیش ایشون موند و باز بعد از چند ماهی یک روزی من رو خواست و گفتش که نه شما اصلا به این فکر نکن که اینجا میتونی اینو در بیاری و فراموش کن، شما اینجا نمیتونی در بیاری، اگه میتونی بفرست برای ناشرهای خارجی شاید اونها بتونن در بیارن. من باز دوباره چند وقتی منتظر موندم اونها و بعد در یک سفری که یکی از اساتیدم به پاریس داشت، این کتاب رو لطف کرد و آورد و به یک ناشری در پاریس نشون داد که اونها هم خیلی پسندیده بودند و در واقع پیشنهادی هم برای نشرش دادن، ولی خب در واقع دورانی نبود هنوز که نشر آن دیمند و آنلاین و دیجیتال و اینها باشه و همچنان باید همین داستانهای فکر کنم افست و اینها از روش تهیه میشد که به نظر آمد که بسیار پرهزینه است برایشون. اولا که بحثشون این بود که ما نمیتونیم این رو چهار رنگ در بیاریم، اصلا در وسع مالی ما نیست و این تیراژش هم مثلا شاید 100-150 نسخه باشه و فروشش هم در واقع هیچ تضمین شده نیست و اصلا معلوم نیست که این خرجی رو تمام میکنیم برگردونه. من دیدم که این در واقع چاپش به این شکل برای اونها ممکنه اسباب دردسر بشه و واقعا به اون کسانی هم که من میخوام برسه به دستشون و بالاخره تأثیر روشون بذاره احتمالا نخواهد رسید، بنابراین من اون کار رو هم انجام ندادم. اینها گذشت و اینکه بالاخره ما خودمون تصمیم به مهاجرت گرفتیم و آمدیم بیرون و این داستان و تصاویرش در یک چمدان سیاهی همراه ما مهاجرت کرد. بله، از ایران آمد به ترکیه، از ترکیه آمد به کانادا، از کانادا آمد به واشنگتن و دوران به هر حال گذشت و نشر دیجیتال و نشر آن دیمند و همه اینها در واقع سر شکل گرفت و بعد من در سال در واقع اواخر سال 1399 بود، سال 2021 در واقع مارچ 2021 در این رو برای نشر مهری در لندن فرستادم و آقای هادی خوجینیان اونجا این رو خوند و خیلی خوشش اومد و گفت که من این رو چاپ میکنم و من بالاخره بعد از
سی سال سال این از کتاب در اومد. بله زمان بله زمان طول کشید در مارچ در اومد در واقع بسیار عالی. از حالا در بله، بله یه سوالی برام پیش اومد. شما گفتی اینو در سن نوجوانی، جوانی در واقع نوشتی. آره در اون سن یه نویسنده وقتی میخواد یک مطلبی روی ایده برسه، چی شد که اصلا خواستیم برای بچه ها بنویسیم؟ یعنی آیا اون کار فرهنگی که بهش اعتقاد داشتید فکر میکردید که باید از کودکی آغاز بشه؟ چون معمولا در اون سن جوان ها بیشتر دوست دارن حرفای خیلی بزرگتری بزنن، حرفای زیادتری بزنن و به نوعی مخاطبشون مخاطب دیگری باشه تا کودکان. چی شد که اینو برای کودکان خواسته بود؟ نه والا من ادبیات کودک رو از همون زمان خیلی دوست داشتم. یکی از علتها هم که شاید این کار رو اینجوری انجام دادم این بود که من در واقع برای اینکه با دنیای داستان نویسی آشنا بشم و وارد بشم کاری که کردم این بود که در یک دوره‌ای که در شورای کتاب کودک برای داستان نویسی و ادبیات کودک وجود داشت شرکت کردم که اساتید مختلفی در یه دوره زمانی می آمدن و درباره مباحث مختلف ادبیات کودک صحبت می کردن. و من اساسا به ادبیات کودک علاقه داشتم، یعنی علت اینکه شورای کتاب کودک رو انتخاب کردم بود که دلم می خواست که با ادبیات کودک شروع کنم. البته این چیزی که شما می فرمایید هم بود، یعنی من اصولا اعتقاد دارم که به هر حال حرکت فرهنگی باید از بچه ها آغاز بشه. بنابراین بله اینو با اعتقاد و علاقه، این رو هم البته خدمتون بگم، من بسیار از کارهای شل سیلورستاین خوشم میمن و شاید به همین علت سبک و سیاق این نوشته یه مقداری شبیه کارهای شل سیلورستاینه. کارهای شل سیلورستاین هم حالا ما در ایران البته میگفتیم شل سیلورستاین، حالا میدونیم که اینجا بهش میگن شل سیلورستین. بنابراین کارهای شل سیلورستین هم همونطور که شما اشاره کردید به نظر من سن بر نمیداره، یعنی هر کسی در هر گروه سنی وقتی رو بخونه یک برداشتی خواهد داشت. به اصطلاح اینا کارهایی هستن که با آدم بزرگ میشن، یعنی اگر در 10 سالگی بخونید یه چیزی میفهمید و در 20 سالگی چیز دیگری و 30 سالگی و در 70 سالگی هم چیزهای دیگری درش خواهید فهمید. بله. امیدوارم که این نوشته من تقریبا همچه حالتی داشته باشه. بله داشت و به همین دلیل میخوام بالا به این سوال برسم که وقتی این کتاب رو یه بزرگسال میخونه احساس میکنه که یک این کتاب نه 30 سال پیش بلکه در بعد از شروع رویدادهای این چند ماه اخیر در ایران نوشته شده، بعد از انقلاب زن زندگی آزادی نوشته شده، برای اینکه محتوای کتاب در واقع منعکس کننده اون دیواری هست که شما ازش صحبت کردید. اون دیواری که داره هر روز آجرهای این دیوار داره بیشتر فرو میریزه و داره از میان برداشته میشه. خب جالبه که یک نویسنده ای در 30 سال پیش در جامعه به این دیوار فکر میکنه و این دیواری که ادامه پیدا کرده و حالا داره به نظر میرسه که و امید هستش که به طور کلی این دیوار فرو بریزه. اما من این مسئله راجع به اون طرف دیوار بود، یعنی اون طرفی که شما بودید و توش نوشتید. حالا آن طرف دیوار که اینجا باشه راجبش این چه رفتی پیدا کرد و چی رو خواستید شما بذارید در مقابل هم دید؟ والا ببینید من اول چند تا نکته توضیح بدم. یکی این که من اساسا نمیخوام حکم کلی بدم، دارم درباره خودم فقط صحبت میکنم. فکر میکنم که کار هنری برای من بیشتر در عرصش عرصه فرهنگ و تربیت. برای خیلی ها عرصه هنر عرصه سیاست و اجتماعه، برای من اینطور نیست. برای من واقعا عرصه هنر عرصه فرهنگ و تربیت. شاید علتش اینه که من دقیقا به علت همین تجربه انقلاب ایران فکر میکنم که هر تغییر سیاسی اگه با تغییر فرهنگی همراه باشه، شاید که نه، ما 40 ساله داریم تجربه میکنیم که وضع بدتر از قبل میشه. اون چیزی که ما میخواستیم تغییر بدیم نه تنها تغییر درستی نمیکنه، بلکه
بدتر هم خواهد شد. علتش رو من این میدونم که ما یه تغییر سیاسی انجام دادیم، ولی تغییر فرهنگی رو که باید انجام میشد انجام نشد و ما داریم قیمت خیلی سختی میپردازیم تا این تغییر فرهنگی در جامعه به اصطلاح جوونه بزنه و رشد کنه و به نتیجه برسه. سومین نکته هم این که من واقعا به سیاست مدارها بی اعتمادم. یعنی فکر میکنم که سیاست مدارها حالا به ضعف یا به قوت معمولا کسانی هستند که هدف وسیله رو براشون توجیه میکنه، دنبال قدرتن و میگم به ضعف یا قوت نهایتا یه جایی هدف وسیله رو براشون توجیه میکنه. بنابراین من خیلی راستش همین طرفدار این حرف سهراب سپهری هم که دیگه حالا این روزا هم خیلی گفته میشه، به اون که جای مردان سیاست بنشانید درخت تا هوا تازه شد. بنابراین من واقعا چیزی که دنبالش هستم از بین رفتن این دیوار فرهنگیه، دنبال تغییر فرهنگی هم. و تغییرات فرهنگی هم واقعا یک شبه و ناگهانی و انقلابی و اینا اتفاق نمیافتن. یعنی به یه مرور زمان و به یه خودشناسی و به یه خودسازی و یه ممارست درونی احتیاج هست تا این اتفاق بیفته. و من راه این قضیه رو واقعا دو تا راه بیشتر جز براش نمیشناسم، و اون اینه که یا ما کار هنری بکنیم یا کار تربیتی و آموزشی انجام بدیم. وقتی که میگم این دیوار دیوار فرهنگیه، حالا میخوام برسم به این طرف دیوار. من فکر کنم اینجا هم دنیای زنانه و دنیای مردانه داریم و یه دیواری بین این دنیای زنانه و دنیای مردانه هست. یعنی تا وقتی که آدمی که اینجاست فکر میکنه، مردی که اینجاست فکر میکنه که باید دنبال یک زنی بگرده که باهاش دیت کنه و بعد یعنی تنها چیزی که از دنیای زنانه میفهمه، یا اون زن فکر میکنه که حالا من دیت کنم و در دیت اول چه کار کنم، در دیت دوم چه کار کنم، در دیت سوم چه کار نکنم تا این بالاخره جلوی من زانو بزنه و این حلقه رو به طرف من بگیره و مثلا. یعنی من میخوام بگم که این دیوار اینجا هم به شکل دیگه وجود داره. ممکنه که ما اون طرف فکر میکنیم که مثلا مرد و زن آتیش و پنبن و مثلا یکشون باید این طرف اتاق بشینه یکشون اون طرف اتاق بشینه، بابا هم اون وسط باشه، به این اخ کنه به اون اخ کنه. ولی واقعیت اینه که اینجا هم شکل دیگری همون دیوار وجود داره. قطعا ملایمتر نرمتر میزان آگاهی مردها از دنیای زنانه و زنها از دنیای مردانه خیلی بیشتره. 100% وجود اینترنت، دنیای فیسبوک، همه اینها این دنیاها رو مرزهاش رو از تیزی در آورده و نرم کرده و همه چی خیلی واضح‌تر شده. ولی من فکر می‌کنم که به هر حال این یک مسئله فرهنگیه که حالا من یه موقعی خیلی ایدئالیست بودم، فکر می‌کردم که زنها و مردها باید همدیگر رو به چشم انسان ببینن و اصلا زنی و مردی مطرح نباشه. تجربه به هم نشون داد که نه، به دلایل فیزیولوژیک، روانشناختی، اجتماعی، سیاسی، همه چی این اتفاق این شکلی نمیتونه بیفته که ما فکر کنیم که حالا زنی و مردی کلن از بین بره. ولی من لااقل امیدوارم که بشه دیوار بین دنیای زنانه و مردانه رو حالا اگر حتی برم نمیداریم دست کم داغر کنیم، آره یاد لاغر کنیم یا دیگه در و پنجره بینش بذاریم که بشه از توش رفت آمد کرد. یعنی بالاخره ما این برای ببینیم، اونا اون برای ببینن، یعنی این اتفاق بیفته که یه مقدار این فاصله دنیای زنانه و مردانه و تأکید بر تفاوت دنیای زنانه و مردانه کم بشه و در واقع این ارتباط به شکل واقعی صورت بگیره. بله، بسیار ممنونم. من بیشتر از این نمیخوام ازتون بپرسم راجع به کتاب که محتواش بمونه و این جذابیت رو داشته باشه برای خوانندگانی که چه برای کودکانشون بخوان این کتاب رو تهیه بکنن، چه برای اینکه خودشون این کتاب رو بخونن. برای این کتابیه که خیلی
سریع خونده میشه، خیلی راحت و جذاب دنبال میشه، ورق زده میشه و آخرش فرصتی رو میگیره از آدم برای فکر کردن. و شاید یکی از خوبی های این کتاب هم این باشه که برای بچه های امروز، بچه هایی که چه در ایران چه بچه های ایرانیان مهاجر در خارج از کشور با این رویدادهای اخیر دارن روبرو میشن و از سطح به هر حال درکشون یه مقدار بالاتر، موضوعات پیچیده تره، شاید این کتاب و به گمان من هست که بتونه توضیح بده برای بچه ها که موضوع اصلی و دلیل اصلی این اتفاقاتی که میفته چی هست. یعنی رویدادهای اخیر رو با این کتاب به راحتی توضیح بدیم برای بچه ها و خودمونم راجبش فکر بکنیم. من برحال خیلی خیلی ممنونم از این فرصتی که دادید. این کتاب این طرف دیوار آن طرف دیوار هست و این رو حالا بگین از کجا کسانی که علاقمند هستن میتونن تهیه بکنن؟ بله، در واقع باید برن به وبسایت نشر مهری، mehripublications.com، و اونجا به قسمت کتاب های کودکان و نوجوانان برن و به صفحه کتاب مراجعه کنن. اونجا میتونن که کتاب رو سفارش بدن. من البته میتونم که QR کد اون رو برای شما هم بفرستم بله که اگر لطف به بکنید. وبسایت بذارید و بله بله دوستان بتونن کارشون ساده تر بشه و بتونن با اون QR کد بله برن و کتاب رو اگر مایل بودن سفارش بدن.